با سلام به تمام بازدید کنندگان سایت رقفا، امروز در خدمت دوست خوبم مسعود سعیدی هستیم. یه مسابقه کوتاه واسهتون ترتیب دادیم. چطوری مسعود جان؟ مرسی، ممنون. خوبی؟ سلام میکنم خدمت بازدید کنندگان سایتتون. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. مرسی، قربان شما. مرسی وقتتون دادی. واسه شروع، البته همه بچه‌ها میدونن، اگه خودتو معرفی کنی کامل مثلا یه بیوگرافی کامل آرشیو کنیم خیلی خوب. من مسعود سعیدی هستم. برعکس اون کسایی که همیشه 4-5 سال خودشون بزرگتر معرفی میکنن، من سن واقعی ما همیشه گفتم و میگم 22 سالم هستش و حلوش 10 ساله که میخونم و به طور کلی اگه بخوام میگم 6-7 ساله که حرفه‌ای کار میکنم. 2-3 سالم هست که آهنگسازی میکنم و به طور کلی بیوگرافی کلی. خودتون کجا هستید؟ کجا تجربه؟ ما هستیم دیگه، دوروبرا هستیم. خب زیر سایه دوستان هستیم. جالب ترین خبری که ازت شب شنیدیم مال مجوزته. بله. خب چی شد که یه بار از زیر زمین پریدی بیرون دیگه؟ کلک شد. ای بابا، این واژه زیر زمین شما که ما رو آره، من خودم اونم دوست ندارم. من خب دیگه خواهش می‌کنم، چون همین زدن تو سرمون زیر زمین یه مسیرشون که این می‌کردیم چند سالی بود و بالاخره دیدیم برای پیشرفت بیشتر وقتی آدم یه سری مسائل رو منطقی نگاه بکنه میبینه که باید خب از راهش بره. راهش همین بود که آدم مجاز بشه، یعنی یه خواننده، حالا من نه، یه خواننده خوب توی کشور باید مجاز باشه و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بره به نظر من. و به هر حال یه سری هم اومدن و این کار رو کردن، مجاز شدن، سریا نیومدن و یه راه دیگر پیش گرفتن. حالا هر دو جهت دارن موفق پیش میرن، ولی خب به هر حال من دوست داشتم این سمتی باشم. یعنی حتی من کارهایی هم که میخوندم زیاد کارهایی نبود که طبق نظر کلن ارشاد و اینا نباشه. یعنی من هیچ وقت همیشه شعرهای سنگین انتخاب کردم، کارهای سنگین. و حالا من گفتم حالا که ما داریم اینجوری میخونیم چه بهتر که مجاز میشیم. درسته. خب تو این کارهایی که کلم پخش کردی خودت کدوم بیشتر از همه دوست داری؟ خب کار زیاده. آره شستا کار داریم. میدونم آره بیشتر کدوم. آره میتونی مثلا 2-3 تاشو بگید اگه یه دونه خیلی واسه سخته. والا آخرین کاری که از ما پخش شد آهنگ بلای جون بود که خیلی مورد علاقه مردم قرار گرفت و آهنگ زیبای من خیلی مردم استقبال کردن. آهنگ عشق منی بود. به طور کلی خیلی لطف دارم به من. خودت پس کلا آخرین کارتو دوست داری؟ من نه، نمیتونم بگم. بالاخره نظر مردم هم هست. ولی خب به هر حال من فکر می‌کنم حالا دوست دارم این کارو بکنم. شما همش مثل بچه‌های آدم می‌مونن. به طور کلی. کلا من که کارو دو هزار بیشتر نمی‌کنم. چون رپیه دیگه. شما هنوز اون فازی. فاز رپو دوست داری دیگه. کلا دوست داری چه سبکی بخونی؟ مثلا دوست داری غربی، شرقی، یا کارت رپ باشه؟ یا همینجوری کنم؟ با ایش دو سال نیستش کلا. خب شاید دوست داشته باشی ولی خب خواست به شما مجاز باشی کنم. کلا میخوام بدونم علاقت کدوم بودم؟ نه، من دوست دارم تنها بخونم. حتی خیلی پیشنهاد بوده که آقا خیلی پیشنهاد هنگفت بوده حالا اینجوری بخوام بگیم، ولی خب ما کار نکردیم. اومدیم گفتیم که ارزش کار رو بکنیم خیلی بهتره. حالا بی احترامی یا جسارت نباشه، ولی خب به هر حال من واسه سبک خودم ارزش قائلم. خواستم که تنها کار بکنم و فکر کنم تا الان هم نتیجه‌مو گرفته باشم. اینجوری که مشخصه. آهنگی که می‌خونی بیشتر شاد یا غمگینه؟ کلا شاد بیشتر دوست داری؟ من خب خیلی احساسی ام. خودم کلا آدم احساسی هستم و چون بیشتر کارامو خودم آهنگسازی می‌کنم، اکثر کارام حالا غمگین هست، ریتمیک هست، شاید خب بیشتر فاز غم داره کارم بیشتر. کلا یه بوته زمانی شد که اصلا همه بچه‌ها رفتن سمت 6 و 8. بله. خب چی شد که خود تو نرفتی؟ عجیبه. خب اکثرا نگاه کنی خیلی کم میدم، حتی خیلی خانم داریم، حتی پاپ هم مجاز هم من دیدم که یه ترک 6 و 8 دادم. بله. سمت خیلی عجیب بودی مثلا. درسته. خب من عددش خب کارهای شاد دیگه ای دادم توی سبکای دیگه، مثلا کارهای اسپانیش دادم، ولی خب کلا طبع من نمیپذیره سبک 6 و 8 رو. حالا
بیشتر به خاطر اینکه غمگین هم نه خب بالاخره هر کسی یه جوری خودشو معرفی کرده و من فکر میکنم که